پس اولین برخوردتون با آقای وسالی برخورد تلخ و خوبی نبود. چه تصوری ازش تو ذهن شما بود؟ یک فرد جدی تا حدودی خشن و این تصور تو ذهنم بود، ولی وقتی که با رضا مرادی با بچه ها در میان گذاشتم میخندیدن میگفتن اصلا اینجوری نیست و از لطافت روحش میگفتن که اصلا برای من یه چیز عجب غریبی بود. اصغر وصالی بعد از 2 ماه میخواست بیاد تهران و من هم بعد از حالا چند بار اومدن تهران و اینها تصمیم گرفتم که من هم برگردم. دیگه آمدنمون تقریبا با هم مصادف شد که وقتی که خواستیم برگردیم مصادف شده بود با فوت آیت الله طالقانی. تمام راه به اصطلاح کرمانشاه ماشین گیر نمی اومد و فلان اینها دیگه اومدیم. چیزی که برای من جالب بود این بود که بعد از 2 ماه و 2 بار خبر شهادت وصالی، دو بار به خانوادش گفته بودن اصغر وصالی شهید شد و اینا 2 بار خودشون رو آماده کرده بودن برای شهادت. ایشون مجروح شده بود تو درگیری های پاوه و کردستان، دوباره یه دفعه تیر به دستشون خورده بود، یه دفعه تیر به پاشون. من خیلی دوست داشتم ببینم که عکس العمل مادری که فکر میکرده که پسرش شهید شده حالا زنده میبینتش چی جوره. اون روز خواستم که مثلا باهشون باشم و اینها. قبل از اون هم همون روز گفت قبل از اینکه من برم خونه باید حتما برم اول سر قبر بچه هایی که تو پاوه با هم بودیم و اونها شهید شدن. از بهشت زهرا اومدیم و رفتیم منزل مادرشون. اینها مادرشون هم با چه استقبالی و نگه داشتن و شام خوردن اینها. بر حسب تصادف اون شب مادر من هم تهران بود، از شیراز اومده بودن تهران. و خب من وقتی که حالا بعد از مدتی دور از خانواده و اینها میخواستم برگردم خونه، ایشون خیلی راحت مثل که احساسی نمیدونم چه احساسی داشت اومد منو برسونه، گفت میام تو، ما یه تعارف چی بفرمه مثل همین چی متداول. من دیدم جدی ایشون داره وارد میشه، وارد خونه هم دوستم با سیما زندگی میکرده. من یکی خوردم جا خوردم، ولی خب کاری از دست من بر نمی اومد، نمیتونستم بگم برو. دیگه ایشون اومد خیلی راحت خیلی صمیمی با برادرم دست داد، با شوهر دوستم دست داد، آقای زلنبار، اونها هم خیلی گرمشون رو چی کردم. ولی مادر من خیلی جا خورد که من چی جوری اومدم، خیلی با یه حالت جدی به من گفت مریم اشتباه نیومدی؟ اینجا خونه است، با چی داری میای؟ منم هرچی قصد حالا چی بکنم که بابا به خدا من فقط یه بفرمایید گفتم، من اصلا چی نداشتم. روز بعدش مصادف شده بود با ختمی که برای جهانگیر گذاشته بودن. خانواده جهانگیر جعفرزاده فکر میکردن پسرشون با این گروه اصغر وصالی میاد. تو عملیاتی که با اصغر وصالی دیده بودن نیامده بودن، برایش مجلس ختم گرفته بودن. رفتیم بهشت زهرا مجددا که میخواستیم برگردیم، رضا مرادی و مجید جهانبین تو ماشین ما بودن. سریع رفت رضا مرادی رو پیاده کرد، مجید جهانبین هم پیاده کرد. من فکر کردم خب ایشون هم میره خونه شون، دیدم ایشون خیلی راحت، اون ماشین مال من بود، اومد پشت ماشین نشست و داشتیم میامدیم. من خیلی تعجب کردم مگه چه اتفاقی افتاده و اینها. خوب یادم تو خیابون فردوسی بود، گفت من یه چیزی میخوام به شما بگم. گفتم چی؟ واقعا هم نمیدونستم که چی میخواد بگه. گفت که یه چیز خیلی مهم، خودت حدس بزن. گفتم من هیچی حدس نمیزنم. این جمله رو گفت که حاضری با من زندگی بکنی؟ من خیلی جا خوردم، اصلا فکر نمی کردم. من تنها چیزی که به ایشون گفتم این بود که باید فکر کنم. بعد خب تو اون موقع هرچند دیگه اون سفرهایی که با هم کرده بودیم تعدیل شده بود، اما دیدم یک عاملی هست که این رو اینجوری این رفتار رو داره.
ولی نهایتا مثلا یک برگ اون رو به تفکر میندازه، یک گریه یک بچه اون رو تکون میده. و دوستاش هم اینجوری اون رو به من معرفی کردن که این هست و این کسیه که سالها هر سال زیر سخت‌ترین شکنجه های ساواک بوده، زندانی بوده و این یک مبارز هست. وقتی که با خانواده مطرح کردم، مادرم سخت مخالفت کرد، ولی خود من فکر میکردم که باید بیشتر ایشون رو بشناسم. طی چند تا دیدار، دو سه تا دیداری که داشتیم، من گفتم بهشون که اون زنی که شما فکر میکنین به عنوان همسر خانه‌داری بلده، آشپزی بلده و کارهایی که زنهای معمول میکنن، من هیچ کدوم از اینها رو نه بلد هستم و نه دوست دارم که محصول اینها بشم. هرچند میدونم ممکنه یه ضعف برای من باشه، ولی تو حالا نکردم. من این رو شما باید بدون. بعد ایشونم خیلی راحت گفت من اگه میخواستم زنی با اون چارچوب ها داشته باشم، مادرم باید میرفت برام پیدا میکرد و چون این انتخاب شخصی خودمه، من یه چنین ویژگی هایی رو میخوام که یک همراه میخوام، یکی میخوام که همراه هم باشه. بعد گفتم خب، یعنی اون هم اون به اصطلاح انتخابش و محورهای انتخابش رو گفت به من، گفت و خب مادرم هم رفته بودن شیراز، ولی همیشه نگران بودن که من چه کار خواهم کرد. چند روز بعد، حالا یادم نیست که چقدر طاقتش طول کشید، که من رفتم شیراز و به ایشون گفتم طبق مراسم سنتی شما باید بیای شیراز خواستگاری به اتفاق خانواده. خیلی براش سخت بود، ولی گفتم باید بیاییم بگه چی نیست اینها، ولی خب قبول کرد. دیگه ایشون، من از قبل رفته بودم شیراز، دیگه ایشون به اتفاق مادرشون، داییشون، خانم داییشون و برادرشون شهید اسماعیل اومدن شیراز خواستگاری رسمی. خب روز اول مهمون ما بودن خانواده، با وجود که مادر من هیچ به اصطلاح شناخت نداره، ولی خب مثل همه شیرازی ها خونه ما وارد شدن و مادر من پذیرای اونها بود. روز دوم و سوم گفتن خب بالاخره ما به یه منظوری از تهران پاشدیم اومدیم، شما نظرتون چی هست؟ مادر من گفت باید ایشون رو بشناسم، من ایشون رو نمیشناسم، پس اجازه بدین که ایشون یه مدت شیراز باشه و من تو خونه ما باشه و من بشناسمشون، اون وقت میتونم جواب قطعی رو بدم. سه روز خانوادهشون شیراز بودن، برگشتن اونها تهران و خب از قبل سالی موند شیراز و خونه ما و طبقه بالا مهمون خونمون بود در اختیار ایشون بود و من هم هر از گاهی مثلا غذا رو می بردم یا مثلا موقع نهار صداشون می کردم، از بالا می اومدم پایین سر میز می نشستیم و غذا می خوردیم. خودتون دوست داشتین چه اتفاقی بیفته؟ من اینجا دیگه دوست داشتم مادرم راضی می شد. نتیجه اتراق کردن ایشون تو منزل شما چی شد؟ ایشون خودش رو خوب نشون داد، ایشون خودش رو قشنگ به مادر من فهموند که با نهج البلاغه چقدر آشناست، با فلسفه چقدر آشناست. هرچند اینها رو کلاسای آکادمیک دانشگاه ندیده، ولی همه اینها رو تو زندان بنا به اون شرایط زندانی که داشته و اساتیدی که باهاش بودن فرا گرفته. دیگه فهمم بود که زندگی مشترکمون شروع شد. خرید عقد و اینام رفته؟ خرید عقدمون، آره، من دوست داشتم همون موقع که مادرم موافقت کرد، فقط خرید حلقه رو خیلی دوست داشتم و گفتم بریم من یه حلقه برای شما بگیرم، شما می حلقه برای من. نشون و نشون وقت وارد بازار تهران شدیم، یه حلقه من خودم انتخاب کردم، 7.5 روش بود، من هم یه حلقه برای اون انتخاب کردم، یه نگینه بریلیان روش بود.
و این رو هر دو رو هم خودش پول داد، هر دو رو هم اصلا نذاشت من پول بدم اینا. بعد چه بابا رسم، گفت کدوم کار ما رو رسم بوده که این یکی هم مثلا رو رسم باشه. بهمن ماه بود که ما زندگی مشترکمون شروع شد و خب من کار روزنامه رو انجام میدادم. بهمن 58 از کمتر از یک سال زندگی مشترک بله. شما چون بله 59 جنگ شروع شد، جز به همون اولین گروه های سپاه بودیم که با فرمانده خود سپاه آقای مرتضی رضایی وارد منطقه شدیم. نگران نبودین از دستشون بدیم؟ نه، نگرانیم این بود که حقیقتش وقتی که وارد جنگ شدیم من مطمئن بودم، مثل روز برام روشن بود که اول من میرم اون نمیره. خب نمیدونم، یه اطمینان خاطری از این بابت، و این خیلی خاطرم رو جمع میکرد چون هر دو تو خطر بودیم و همیشه با هم بودیم. آره، هر دو سر پل زها بودیم، ایشون روزها میرفت برای عملیات، شبها باید باید ها بود که میامدن در مونگاه. حالا بگذاریم که حال در مونگاهی نبود، بعدا در مونگاهی شد تو همون یک ماه دو ماهه دیگه همدیگر رو می دیدیم. باید گزارش اون روز رو به من می دادن.